موقعیت جدیدی بود. دو مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بود. بهترین فرصت بود برای اینکه در ایران اصلاحات بشود. ولی وسیله کار چه بود؟ من که همیشه به خصوص به قانون اساسی ایران احترام می‌گذاشتم، خود را در مقابل وضعی می‌دیدم که عمدن در آن روزی که قانون اساسی ایران نوشته شده بود قرار می‌گرفتم. قانون اساسی ایران موقعی که نوشته شد از قانون اساس شده بود، ولی در یک مورد بخصوص که آن اختیار پادشاه بود، روی اصل این که قانون محمد علی شاه نوشته شده بود، به کلی اختیارات سلطنت ایران را مسخ کرده بودند و یک مجلس کاملا مختار و غیر مسئولی وجود داشت که امکان انحلال آن نبود، یعنی مجلس ها در زمان دوره های اجلاسیشون دولت هایی که به کلی در تحت اختیار آنها بود وامی داشتند که دو مرتبه خود آنها را انتخاب بکنند. وزارتخانه ها فقط یک کارگزینی شده بود برای وکلای مجلس که تمام کارمندان ادارات را به میل آنها به حوزه های انتخابی آنها بفرستند و هر کدومی تقریبا یک دستگاه خودمختاری در منطقه خودشون ایجاد میکردند. یعنی مجلس دولت می آورد، دولت می برد و در زمان خودش انتخابات را انجام می داد. از اون موقعیت فوق‌العاده نتوانستیم استفاده بکنیم روی اصل مراعات و احترام به قوانین مملکت. فکر کردم که تنها راه حل این است که قانون اساسی ایران و اختیارات پادشاه ایران که اگر روی اصل تاریخی این مملکت و سنن ملی این مملکت می رفتیم می بایستی خاص خودش باشد، ولی روی رعایت جوانب و به اصطلاح برای داشتن یک دموکراسی خیلی پیشرفته گفتیم که همون کافی است که اختیارات سلطنتی اینجا مطابق اختیارات حکومت‌های سلطنتی ممالک اروپایی باشد. به این جهت فکر تأسیس مجلس مؤسسانی افتادیم که به این نواقص رسیدگی کند و آنچه که لازمه یک مملکت دموکراتیک و منظمی باشد انجام دهد. این خبر شاید هنوز برای کسانی که یا میل نداشتند که دو مرتبه در مملکت حکومت مرکزی قوی ایجاد بشود، یا احیانا می ترسیدند که اگر حکومت مرکزی قوی ایجاد بشود احیانا این حکومت مرکزی در تحت نفوذ بعضی سیاست ها قرار بگیرد، مسلماً با این نظر موافق نبودند. می گفتند که بهتر است ایران
یه حالت برزخی داشته باشد، طوری باشد که اگر در یک گوشه اش اتفاقی میافتد بشود به وسائلی در گوشه دیگر برای حفظ منافع خود ترتیباتی بدهند. یعنی اگر احیانا در آذربایجان اتفاقی بیفتد، خب در جنوب ایران هم می شود ترتیبی داد که منافع حیاتی آنها محفوظ بماند. به هر صورت در 15 بهمن 1327 همونطور که اطلاع دارید سوء قصدی نسبت به جان خود من نیز شد. خداوند نخواست که من به خدمت به این مملکت ادامه ندهم. اون سوء قصد چنان محیطی فراهم کرد که ما توانستیم احتیاجاتی که از لحاظ قانون اساسی برای سر صورت دادن به یک حکومت قانونی و دموکراتیک در این مملکت بود به دست بیاوریم. ولی فکر میکنم که هنوز وسائل از لحاظ درک سیاست‌های خارجی برای دیدن یک ایران مستقل و سرپا ایستاده فراهم نبود. چرا؟ برای اتفاقاتی که بعداً اتفاق افتاد. خیلی کم بعد از این جریان موضوع نفت پیش آمد کرد. چه احساسات ایران، چه احساسات خیلی از ملل دنیا بعد از جنگ بین‌المللی دوم بر اساس وطن پرستی شدید، در واقع یک تب بحرانی وطن پرستی در مقابل عکس العمل شاید خفت ها و ذلت هایی که در زمان جنگ دیده بودند پیدا شده بود. چطور می شد هم مستقیما با تب وطن پرستانه ملت ایران مقابله نکرد و هم اون احساسات را به جایی برسانند که در واقع ملت حالت یأس و پشیمانی و یا یانن تنبهی پیدا کند؟ سیاست های خارجی همیشه چندین به اصطلاح مهره دارند. میخوام بگویم که داشتند، چون دیگر در مملکت ما به خواست خداوند این وضع موجود نیست. اصطلاحی است معروف، موضوع نعل وارونه، یعنی به افراد تربیت شده خودی یاد بدهند که از هر کسی تندتر بدود و از هر کسی بلندتر و بالاتر فریادهای وطن پرستانه بزند که به وسیله اون افراد اجتماع و سیاهی لشکر را هدایت و اداره و البته اغوا بکنند. ملت ایران خود را در مورد نفت جنوب آن موقع به این اسم شناخته می شد، خود را مغبون می دانست، به صحیح مغبون می دانست. صحبت از مذاکره برای تجدید نظر در اون قرارداد بود. به قدری مذاکرات هم طولانی و هم غیر کافی بود که مسلماً اون نتایجی که
کمپانی نفت در اون موقع حاضر به امتیاز دادن بود برای ایران قابل قبول نبود. شاید روزهای آخر متوجه شده بودند که امتیاز لازم را به ایران بدهند، ولی به هر صورت دیر شده بود، چون رئیس حکومت وقت در اون موقع سپهبد رزم‌آرا قبل از اینکه بتواند نتایج مکفی بگیرد از بین رفت. عکس العمل چه بود؟ تمام وسایل کار فراهم شده بود که کسی که چند سال پیش از آن شاید در 1323 بود، موقعی که انتخابات ایران در جریان بود و من می دیدم که چطور هر روز نماینده سفارت انگلستان صبح ها پیش نخست وزیر وقت می رفت و لیست وکلا را می داد و بعد از ظهرش نیز احیانا کاردار سفارت روس با لیست دیگری پیش نخست وزیر وقت می رفت. به همون شخصی که در 1330 با تمام همون هیاهوهای ملی و وطنی و احساساتی سر کار آمد، در 1323 پیشنهاد کردم که آیا حاضر هستی که نخست وزیری ایران را قبول بکنی و ما این شعبده بازی و این افتضاح انتخاباتی را به هم بزنیم و از نو یک انتخابات ملی ایرانی شروع بکنیم؟ گفت بلی، ولی به دو شرط. گفتم به چه شرایطی؟ گفت شرط اول این است که انگلیس ها با این کار موافقت بکنند. تعجب کردم، من که به حکومت پدرم آشنا بودم و بعد خودم را میشناختم، نمیتوانستم بفهمم که معنی این حرف چیست. تردید کردم که چه تأثیری دارد این کار. گفت شما نمیدونید، تا آنها چیزی نخواهند در این مملکت ممکن نیست که اون کار پیش برود. گفتم من نمیتوانم خودم را به این امر راضی بکنم که از یک خارجی یک همچین کسب تکلیفی بکنم. گفت غیر از این امکان، برای اینکه از هدف خودم منصرف و منحرف نشوم، گفتم تنها برای من امکان دارد که به عنوان مملکتی که در خاک ما قوا دارد هم از انگلیس ها و هم البته از روس ها این سوال بشود که در این صورت عکس العمل شما چه خواهد بود. در اون زمان عکس العمل انگلیس ها منفی بود و گفتند که این کار خطرناک است و مصلحت نیست، ولی از شما پوشیده نماند که جواب روسا در اون موقع موافق بود و می گفتند که ما با این عمل مخالفتی نداریم.
البته قبلا بگویم که شرط دوم چه بود؟ شرط دوم این بود که من 4 نفر از افسران گارد خودم را به عنوان محافظ در اختیار اون شخص بگذارم که از جان ایشان حفاظت بکنند. بعد از 24 ساعت که این جواب را به اون شخص دادم، گفت پس دیگر خواهش میکنم که این موضوع را فراموش بفرمایید. چطور شد که به همچین شخصی با این طرز فکر و نظر یک مرتبه لیدر ملی ایران بشود؟ کسی که در واقع آذربایجان هم در خانه خود پنهان بود، ولی چون چه من چه فردن فرد ایرانی غیر از همین خواست که ایفای حقوق ایران از نفت جنوب چیز دیگری نمیتوانست باشد، با تمام قوا و از صمیم قلب به این شخص و سیاست اون روز که ملی شدن نفت ایران بود کمک کردم. نه فقط قانون را بلافاصله امضا کردم، حتی موقعی که تهداتی برای ایران بود، صحبت از احیانا پیاده شدن قوای خارجی به مناطق جنوب ایران بود، به سفیر مملکت مربوطه گفتم که بدانید در برابر صفوف ایران با من برخورد خواهید کرد و با شما خواهم جنگید. بعد فهمیدیم که نمی بایستی این سیاست منجر به عقد قراردادی بشود، برای اینکه یا سایرین به همین هوس نیفتند یا ایران طوری تنبیه بشود که بعد ناچار به قبول کردن شرایطی بشود. 2 سال اون نوع حکومت ادامه داشت، روی همون زمینه فریاد بر ضد خارجی و به حرف برگزار کردن هر روز عمر این مملکت. البته می شود گفت ایران وسیله توزیع نفت در دنیا نداشت، بازار نداشت، نفتکش نداشت، حتی حکومت وقت حاضر شده بود که نفت ایران را پیت پیت با 50% تخفیف بفروشد و قادر به فروش آن هم نشد. ولی احیانا غیر از این تجربه و شکست در امری که هیچ گونه وسائلی فراهم نبود، کارهای دیگری در مملکت میشد، یک اصلاحاتی اقلا. من قبل از اون شروع کرده بودم به تقسیم املاک شخصی خودم. اگر همون موقع اصلاحات ارضی در این مملکت شروع می شد، می توانست یک انگیزهی برای پیش بردن ملت ایران و جامعه ایران باشد. ولی همون اصلاحات ارضی محدود من نیز متوقف کردید، برای اینکه یک کار مثبت نشود. یک قدم در راه تولید بیشتر و یا در راه صنعتی کردن مملکت برداشته نشد. حالا بگذاریم از این که راه‌های موجود
خراب می شد، پل های موجود خراب می شد. دور نمی روم که بگویم پل های کدوم راه های کشور. در تجریش در اون موقع یک پلی بود که فرو رفتگی پیدا کرده بود، آن را هم قادر به تعمیر نبودند. معروف است که در بیمارستان های ایران حتی شاید تنظیف و پنبه و مرکوروکروم یا پیدا نمی شد یا خیلی کم موجود بود. وضع داشت البته خطرناک می شد. اضافه بر شکست فنی و اقتصادی اون سیاست، وضع دیگری در مملکت داشت پیدا می شد. موقعی که اون حکومت خواست آخرین وسیله کنترل رئیس مملکت در سرنوشت مملکت از دست او بگیرد و به اصطلاح کنترل قوای مسلح مملکت را در اختیار خود بگیرد، آمار نشان می‌دهد، تمام مدارک و اسنادی که بعد به دست ما نشان می‌دهد که در 1331 با وجود تمام مدت زمان جنگ و اشغال خارجی و فعالیت ستون‌های پنجم، یعنی در این زمینه فعالیت کمونیست‌ها، در تمام ارتش ایران فقط 100 نفر وارد تشکیلات حزب منحله توده شده بودند. ولی در فاصله 1331 تا 1332 این تعداد به 640 نفر رسیده بود. پس اضافه بر خطراتی که از لحاظ اقتصادی برای مملکت پیدا شده بود، اگر خاطرتون باشه دلار در اون موقع از شاید 70 ریالی که قبل از اون بود رسیده بود به 140 ریال. روی خرابی راه‌ها، روی نبودن وسایل نقلیه، اصلا در مملکت دیگر فعالیتی وجود نداشت. ولی خطر این بود که اصلا حکومت و سرنوشت مملکت بیفتد به دست این افراد حزب منحله توده که بعد مطابق مدارکی که پیدا کرده بودیم گفته بودند با تجهیزاتی که در قوای انتظامی و در سایر جاها داشتند، اگر 28 مرداد پیش نمی آمد 2 هفته بعد از آن حکومت را در دست می گرفتند. اون بساط دیگر برای همه روشن شده بود. تا موقع طرح شکایت ایران در دیوان لاهه تمام مردم، من جمله شاید خود من بیش از همه، در حمایت از اون سیاست کوشا بود. ولی بعد از آن حقایق دیگر برای همه روشن می شود. تا روزی که مرا وادار کردند به این که از مملکت برای مدتی خارج شوم، برای احیاناً ممانعت از خونریزی و یا اینکه خود ملت ایران کاملاً پی به مقاصد ببرد. در زمانی که این مخاطرات بود و این رخنه و نفوذ در قوای مسلح ایران پیدا شده بود که حتی چند افسر توده‌ای در خود گارد شاهنشاهی پیدا شده بودند، در همان زمان امریه‌ای صادر شده بود که 4 تانک محافظ محل شاهنشاهی ایران
به واحد خود برگردد، در صورتی که مقر نخست وزیری، دژ نظامی با وجود تانک‌های متعددی مسلح شد. ملت ایران قیام کرد، ملت ایران حاضر نشد که استقلال 2500 ساله خود را بدون مقاومت از دست بدهد. باز به خواست خداوند اوضاع دگرگون شد، مسئولیت به دست افرادی افتاد که قلب و روحشون برای مملکت میتپید. دوره ترمیم خرابی ها مدتی طول کشید. در اون موقع روی به هم ریختگی وضع اقتصادی مملکت چاره‌ای جز عقد قرارداد نفت با یک کنسرسیوم بین‌المللی در سنه 1333 نبود. و البته شاید در اون موقع نیز خیلی بهتر از اون نیز نمی‌شد قراردادی را امضا کرد. به تدریج که خرابی‌ها ترمیم می‌شد، ما هم به خودمون اعتمادی پیدا می کردیم و فکر می کردیم که روز به روز در گرفتن تصمیم مسلماً مختارتر هستیم و هر چی که به نفع ما هست می توانیم انجام بدهیم. کار رسید به امضای اولین قرارداد نفتی بر اساس 75-25 با یک شرکت ایتالیایی. در اون موقع به ما گفتند که تون می روید، شاید 15 سال زودتر از زمانه قدم بر می دارید. بعضی ها گفتند با سلاطین نفت در نیفتید، خطرناک است. ولی ما نمی توانستیم از سرنوشت خودمان دور بشویم. می بایستی نشان بدهیم که یک مملکت مستقلی چطور می تواند کار کند. عقد قرارداد 1957 میلادی که اساس قراردادهای نفتی را به هم می زد بدون عکس العمل نبود.